محسن اسمش محسن بود. محسن تو عروسی میکنی جهانا؟ مگر ندنی، یعنی ندانی، مگر ندنی که زن عاشق شبیه هست هرچندان مست موالا را. خواهش بکنم. خاله عجب موزونم هست، چه وزنی داره، وزنش منو کشته خاله. کابوسی، کابوسی عرصی تو را مبارک گفت، زین عرصی تو را مبارک گفت، ویز پندار مگر دانی کابوسی عشق را هرگز نفشته بابا نه؟ بابا چی اینم با اینجوری تموم میشه. بابا عجب وزنی داره آقای کابوسی، آقای کابوسی عجب وزنی. آقا بزن چاپش کنیم، آقا چاپش کنیم. چاپ شده هست اینها؟ همه رو چاپ کرد، همه رو چاپ کرد. حالا خوب شعر میگن آقا. منم تا حالا نشیده بودم یه شعر قد سر و ته داشته باشه. اون وزن و عرصیه خیلی قد شده دیگه. برحال دیگه محسن همینه که هست دیگه. فوفو فرید قشنگه فرید محسن. آلی آقا شاید اشعار شما شعر نو بوده بیشتر ها؟ خب البته نه قدیمی خودشون گفتن مال 80-90 سال پیشه. نه بابا میگم شبیه شعر کابوسی شد. بله. خب چایی میخونی؟ برم براتون بازم بیارم. بنده البته یک عدد کمرنگ با تشکر پررنگ. بابا خیلی خوبه. نه خاله من که چایی نمیخورم، این چایی هم مون. منم اصلا انقدر اسیر این شراغ کابوسی شدم. ده جدی دوست دارید بخونم بازم براتون؟ بله آقا، اصلا حتی به این به نوعی هم خستگیمون هم در میبره. فکر میکنم بازم تو این مقولات داشته باشم این چیزایی. من فقط نمیدونم چرا انگار که اکسیژن کم بشه ها تو هوا. خب اتفاقا راجع به اکسیژن هم یه دونه دارم. صبر کن. آره صبر کن صبر کن. چی شد خاله؟ یه دقیقه گوش کنی کسی حرف نزنه. این صدا چیه؟ چیه؟ وای! جخته! اتفاقا راجب جختم شعر دارم. خاله جخت کجا بودی؟ جخت نیستش که اینجا. چرا بابا همینجا بود، نشسته بود کنار حوض داشت میر من نمیده. اتفاقا نایت خانم در مورد جختم یه شعر دارم، تشریف بیاری. نمیخواد الان بخونی کابوس. چرا بدنم داره میلرزه؟ خاله جان ترس و لرز نداره که اگه جغدم بوده رفته تا حالا هر کشیده رفت. بفرمایید ترس که نه، ولی خب میدونی آخه جغد خیلی شومه. بیا بشین نایت خانم، پیداش کرد. بفرمایید اینها، بفرمایید بخونید آقای کابوسی. کابوسی خواهش میکنم. نه خب میبینی چقدر بدنم داره میلرزه. آب بده به خاله این چایی من نبات داره توش. بفرمایید خاله. بفرمایید شما کابوسی. میگه که جغد آمد و نخون. کابوسی نمیبینی چقدر تنم داره، حالم آشوبه. نخون آروم میشید خاله، اگه بخونن آقای کابوسی یه لحظه اجازه بدید بخونن آروم میشید. نه الهام چیکار کنی؟ حالا میخوای دو تاش بخونم؟ نه بعد نیست، میخوام حواستو پرت کنم دیگه. نه حواستو پرت کنی. آره بس شما اینا رو جمع کنید. آلم کنید سن کم کم بریم دیگه، خیلی دیره. جغد جغد است ببین چه قشنگ میگه. جغد است که آمد به لب بام، جغد است که آمد به لب بام تو بنشست. جغد است که آمد به لب بام تو بنشست. نخند وقتی میخونی. خیلی خوب. جغد آمد و بنشست به بر بام تو، ناگه خواهی نشوی اسم تنشتخت مشند خواه. پاشیم بریم جمع. آی کابوسی جغد است که تو ناگه هبه مرد
به باما، یعنی میاد رو بامتون میشه. ورنه تو کجا من به در عشق به پرواز. این هم راجع به جهر بچه شروع میشه. پنجره رو ولش کن، ببند. چیه؟ دارم نگاه میکنم، خلاف که نمی کنم. خب باش، خب ببینم کجا رفت. خیلی خب، به من چه اصلا، نگاه کن. چیکار تو رفت؟ الهام میای با هم بریم مسواک بزنی؟ خاله من واسه چی بیام؟ آخه میترسم. ای داده بیداد، نسرین جون مگه تو بچه ای؟ نه ولی خب میترسم. ناهید گفت جغت شومی بدبختی میاره. نه خاره، این حرفا فقط خرافاته. آخه جغت بیچاره چی کار میکنه که بخواد شوم باشه؟ اصلا کاری نمیکنه. نمیدونم ولی الهام اگه نیا یا نمیرم مسواک بزنم. چرا گریه میکنی خاله؟ آخه میترسم. نه ترس، من اینجام، نه ترس. ولی میشه یه مقاله درست حسابی تهیه کرده، باورهای ناباورانه مردم. وای این اولش شروع شد. نه خاله، این تقصیر جغده نبود. فرید روزی هزار بار دستش لایه این پنجره گیر میکنه، تقصیر هیچ حیوانی هم نیست. هزار بار هم که نیستش که دیگه، تقصیر خودم خاله. راست میگه، حالا دیگه بسه. پاشین پاشو خاله، پاشین بریم بخوابیم، دیگه فردا یه عالمه کار داریم. پاشو پاشو خاله. باشه دیگه. بریم مسواک چی؟ نمیخواد بریم. نمیخواد مسواکو، بریم. نه هممون خوبیم. آره نه موقع رد شدن از خیابون مواظب بودیم. نه پامون پیچ نخورد. نه ماشین نزد بهمون. آره. نه. من برم دستامو بشورم بیام. الان برمیگردم. نه هیچ اتفاقی نیفتاد. آوانجل من میرم دستامو آره، بشورم بیام، یه چایی بریزم برگردم. همایون یه چایی بریزیم. آره. نه خوبه، خوبی، هیچ اتفاق نیفتاد. آقای کاوسی؟ آره خوبم ماشاءالله، دارن با تلفن حرف میزنن و قاقاقا میخندن. آره نه فرید، فرید الان رفت دستشویی. نه مواظبه باشه. نه موقعی اومدن مواظبه حتما. آره از پیاده رو میریم. باشه. احساس سرخوردگی؟ آره باشه، مواظب. آره شما هم مواظب خودتون باشی. باشه باشه، خدا حافظ. آقا منوچهر، آقا منوچهر، بیشتی بینیم جانم. فرمایشی. این چیه؟ خب اینو که خودم میدونم، میگم مال کیه؟ خودش بپرس. من چیه؟ چرا اونجوری نگاه میکنی؟ شده این چیه؟ همین دیگه، این مال چیه؟ چیه؟ هیچی خانم، نترسید. خودتون کنترل کنید. هیچ اتفاقی هم نمیافته. همه چیز زیر کنترله. آره خاله نگران نباش. آقا من چرا اعتماد کنید؟ بله. باشه. چیه بعد ما تو به اجتماع کردید دور هم؟ واسه اضافه حقوقه؟ نه آقا. خبری نیست. کور خوندی؟ مجله لخته، با بحران مالی روبروه. اون وقت شما جمع میشید دور هم دیگه واسه من کنفرانس میذارید که اضافه حقوق بگیرید. پولم کجا بوده؟ تعطیلش میکنم، میبندم درشو. این چمدون باز جمع شید هی راجع به اضافه حقوق صحبت کنید. آقا این چمدون مال شما نیست؟ کدوم چمدون؟ این چیه اینجا؟ من چمدونم همین دیگه. کی آورده این اینجا؟ این مال شماست. من چمدون دارم مرد حسابی. چمدونم کجا؟ شما چمدون ندارید؟ باز شوخیت گرفته. آقا شاید چمدون، شاید میخواید برید مسافرت. میگم تعدیلش میکنم. میگی من چمدون مال کیه؟ چه ربطی داره؟ شاید میخواید برید مسافرت، این چمدون مال کیه؟ کی آورده اینجا؟ از کجا اومده اینجا؟ خب سوال ما همینه. من میگم شاید یه بچه‌ای رو که میخواستم بذارن سر راه گذاشتن. نه خاله، بچه ممکنه اینو برداشته باشه آورده باشه اینجا، ولی بچه تو این خفه میشه. بعید نه، بعید میدونم من. نه بابا جون، الان فکر کنید یه جسد تو. اجازه بده ببینم من چه شلوغش نکن. بله حرف مفت چرا میزنید؟
بازش کن فرید. آقا نه من اصلا حرفشم نزدم. میگم بازش کن. نه 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 میدونید آقای کابوسی شما به هر صورت سن و سالی ازتون گذشته، شما بهتر میتونید بازش کنید. چرا؟ چون من اگه دست بزنم بهش اثر انگشتم توش بمونه، یه وقت جرمی چیزی توش باشه، اون وقت بیا درستش کن. من متأهلم. بله نه فرید تو دست نزن، تو زن داری. آره. بذار آقا منو چه واسه کنم. منو بازش کن. بازش کن. بازش کن دیگه. دستتون درد نکنه. همین مونده. اینو نگاه کن. از من بدبخت‌تر اینجا گیر نیوردی. بابا جون من اینم اینجا مجرد داری، اون امیر نمیدونم همایون رحمتی منو چرا میندازین جلو بابا جیرو بعد هیچ شده. شما ربطی نداره، شما دخالت نکن تو این موارد، دستم به این نمیزنی. ببین منو آقا نخواستم دست بزنم. ببینم این چه مدونی تو میدونی مال کیه؟ نه نمیدونی واسه چی اینجا وایسادی؟ حقوق بگیری جمع جوری وایسی اینجا. چی شد آقای کابوسی؟ باز این منوچهر سلطان آبادی اینجا رو شلوغ پلوغ کرد؟ نه همش مال این چمدون عجیب غریبه که نمیدونیم توش چیه. تو نمیدونی؟ خب اینکه کاری نداره، یه دقیقه بازش کنیم ببینیم توش چیه. موقعی که بازش کردین معلومه مال کیه. منظور ما هم همینه، ما هم داریم صحبت میکنیم ببینیم توش چیه. خب باز هم همین باید بازش کنیم دیگه. خانم دلیخون خود بنده میفهمم شما نمیخواد به بنده دستور بفرمایید، باید این ناشناخته است، امکان داره یه مرتبه توش بمب. نه آقا بخواهی بزنی بابجون من تمنجون تمنجون وضعیت قرمز، همه کار دیرو ترک کنید بری زیر میز. بابا بری زیر میز من نگاه. خیلی بد بود آقا منوچه، خیلی بد بود. بلند شو بلند شو خالم رو ترسوندی. بلند شو بلند شو بلند شو بمب بمب. آقا من میگم زنگ بزنیم آتش نشانی، زنگ بزنیم آتش نشانی بگیم چهار نفر آدم گنده آقای آتش نشان بفرمایید اینو خاموش کنید. حرفی میزنیم باز زنگ میزنیم 110 قرن فکر کنید کار نمیاد. آقا جان من اگر الان توی یه جنازه تیکت شده باشه چی؟ جنازه آقا خالص آروم باش. آقا جان آقا یادتون باشه اینجا دو تا خانم محترمم هستن. خیر این باز دو مرتبه بی مزه‌گری ها و لوس بازی ها شروع شد. من برو کنار باش جلو من کنار. از اون طرف جغده میاد با کمال وقاحت، این همه خونه تو این شهره اومده لب حوض بنده نشسته، از اون طرف این چمدون من نمیدونم کی از کجا انداخت جلوی تو دفتر من، از اون طرف بحران مالی، از اون طرف اجاره اینجا، از اون طرف آقا تعطیلش کنید برید بی خود درست بلندید داریم دیگه. بعد دارم میارم، بعد دارم میارم. آقای کابوسی حرف نخورید، اینو باید باز میشونم. ندارم میگم پول ندارم بم نمیدونم چی برنم بدم. میگن که آقا با بحران رو به رو هستیم، شما ها نمیفهمید بحران یعنی چی؟ نه داره چه رفتی به چمدون داره آقای کابوسی؟ عجب بساطه. حالا یکی وازش کنه کی؟ شما وا میکنی آقا من چه؟ بفهم نه اینو مرد کنم دور من یه نفر خط بکشید دکن من به عرصه بابام آقا دست نزدم. بیا به اموال مردم دست بزنم. اجازه بده این رو باید یک آدم درست حسابی سر فرصت بشینه با تمام احتیاط با رعایت تمام جوانب ایمنی اینو آروم آروم بازش بکنه ببینیم چی توشه. بله چی از شما درست حسابی تر آقای کابوسی بفرمایید. آمادش کنم. بله آقا باز حرف زد آقا باز دو مرتبه اظهار نظر کرد. خب آدم درست حسابی که من فقط خواستم پیشنهاد خودتون میدونی. همین تو چی میگی؟ من چه میدونم، من میگم از زیر نور میخواین ردش کنی. آخه نور از زیر این رد میشه همایون، یه خورده به فکرات فکر کن. پیشنهاد دادم بابا، یه پیشنهاد خوب پیشنهادی بود. خوب خب بله بدون فکر که نباید دست به کاری زد، باید در این مورد فکر بکنیم. تمام سلام سلام خوبی مامان جان؟ نه نه چیزی نیست. نه چرا چیزی می یعنی این جغده باز برگشته؟ آره نه بابا نمیترسم. ترس چیه بابا دیگه، جغده یوز پلنگ سر دیوار نشسته که. آره خب تو که میای خونه؟ نمیای الان؟ نه نه جون تو نترسیدم، یعنی جون تو ترسیدم. چرا خیلی ترسیدم، چیکار کنم حالا؟ خب نمیشه بابا جان، سر زور که نمیشه رفت خونه مردم. نه بابا به کابوسی چی بگم؟ بگم دو ساعت هر هر به میخنده، تازه آتوم یا دستش ولش کن هم نفهمه بهتر.
خودم اصلا الان یه سر میرم دفتر. آره آره الان میرم. وای چی ناله کرد ناله. آره خیلی خوب باشه. خدا سلام میرم. خدا نکنی نمونه اثر انگوش نمونه روی نگر عکس میگیره از من بازم من عکس بگیرم تا که آیش وای خدای خودم به تو سپردم کابوسی چی شد گریه کنی از چی کار کنم؟ از این کار بلند شو سعیم بذارم 110 بگو بیان اینجا تکلیف این چمدون رو معلوم کنن شد توش یه سر بریده باشه. چیه؟ چیه؟ چطوری نهید خانم؟ چطورم؟ آره رو به قبله. چی؟ رو به قبله واسه چی؟ برای چی رو به قبله؟ سر بریده کامسی بلند شو سعیم بذارم به پلیس 110 بیان تکلیف این چمدون رو معلوم کنن سر بریده تو شما من بی خودی این جغده رو ندیدم تو حیات بلند شو زود باش دیر میشه عزیز من قلب من روح من مگه ندیدی شما با چشای خودت که منوچهر چجوری بلند کرد اون بخچه بسته رو زد زمین با اون شدت و حدتی که منوچهر کوبید زمین هر چی توش بود باید میترکید که نترکید پس بوم نیست خیال تو راحت کن خب شاید هنوز وقتش نشده مگه ندیدین توی فیلم ها میگن این بمب سر ساعت 7 منفجر میشه حالا ساعت چنده ببینم تو ما رو مچهل کردی تو میاد گرفتی از بقیه ما رو گشتی سر کار کو تا 7 حالا درسانی خانم دلی خون عزیز شما هم توجه داشته باشید که هیچ ما به توجه نمی کنید اون فیلمه تو فیلم هم اگه بمبو بکوبن زمین بله بوم منفجر میشه بله آقای کابوسی به جایی که بچه رو به ترسونی زود باش به پلیس خبر بده پلیس رو در جریان بذار خانم کابوسی بنده نمیتونم به پلیس صدد از زنگ بزنم بگم یه بخچه بسته رو دفتر رفتنامه پیدا شده اومدیم و یه سری مدارک رقیبای ما علیه بنده استفاده کرده بودن و گذاشته باشم تو این بخچه بسته تکلیف من چیه اومد؟ خب نه توجه نکردی چی شد تکلیف من چی؟ چیه؟ خب اون وقت پلیس میاد اونا رو دستگیر میکنه دیگه خوب میشه عزیز من ممکنه این اسناد و مدارک بر علیه خود من باشه اولین کسی رو که بگیرن بندازنش تو زندون و هلفتونی قبل از همه شماها منم منم که مورد خطاب اونا هستم کابوسی اگه ریگی تو کفشت نیست پاشو زنگ بزن پلیس رو در جریان بذار از قدیم گفتن سر بیگناه پای دار میره اما اون بالای دار نمیره بلند شو خب اومدیم حالا رفت بالای دار اون بالا دست من به کجا بنده اون بالا چیکار کنم اون بالا بله اون بالا خدایا خدایا این چی بود به سر من آوردی اون جو چی بود گذاشتی تو حیات خونه ما نایتی گریه نکن ای بابا بس دیگه من که هنوز اون بالا نرفتم که شما دارید اینجوری میتونی بازه دونی من که این پایینم هنوز ازه برم اون بالا اینجوری بکنید چی شد آقا منشه؟ پسر حرف نزن چی میگن این پوز آدمو به هم میزنن پوز تو پوز نداری آقا منشه اون تمرکزه عزیز من توپش رو بنده کنان اصل مطلب بچست و این با این راحتی ها نمیشه بازه هیچ جو قلفش کردن باز نمیشه این دلم میخواد رمزی بود این نهود چیز بند گوش میدی؟ بسید با میکردم کیف کنم این تیک 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 تاک تاک چی بد تیک تاک میکنی؟ آقا بوم فعال شد آقا بوم فرید جون این که حرف چیه تو میزنی من یه ساعت این امتحانش کردم بوم چیه؟ آخه گوشه شما یه نمه مورد با حالا این حرف بزن اونم بشنبه تو اتاق هیچی خربیه رو با قلبار کنی حرف رو نزن بول میگیره البته گوشه بول میگیره
گوشه آقا منوچهرم همچین درست حسابی نمیشنوه. بابا جون چرا حرف دری بری میزنی؟ بیشین سر جات بینما. گوشه منو داری میگی؟ از نظر شنوایی پچه داره کبششو واکس میزنه میشنوه. بله تو باید بری گوشه تو مالجه کنی. آقا منوچهر من که هیچ صدای ساعتی تیک تیک نشید. آقا منوچهر اون تیک تاکی که گفتی دست گذشته بدوی اون رود به اون دستت ساعت نبود؟ این چه ربطی داره به اون؟ بفرما این چه ربطی داره به اون؟ یعنی من عقلم نمیرسه که فرق ساعت و بمبو بفهمم صداشو؟ اینو نگاه کن. نه نه انقدرم کیپ تا کیپ پرش کردن که تکونش میدی هیچی توش تکون نمیخوره که آدم اقلن از صداش بفهمه چی توشه. آقا یه فکر بکش. من میگم یه کیسه زباله برداریم اینو بذاریم توش ببریم سر کوچه بندازیم سطلاش کن. آقا من اجرام زحمتشو میکشه. خوب فکریه که نه؟ تو یه نابغه ای فرید. یعنی شما میخواییم بفرمین که این آقای سردبیر نابغه است؟ منوج خان شما به جای حرف اضافه زدن این چمدون رو بردار ببر سر کوچه بنداز سطل آشغال. نه بله. من یه همچین چیزی قبول نکردم آقا. من آبدار چیم؟ جنس مشکوک جابجا کردن کار من نیست. فرید جان شما پس این کارو بکن پسرم عزیزم برده ببر این رو خیالمون راحت. آقای کابوسی پدر من جد من اومدیم و یه چیز نامربوطی تو این بود. آقا من عیالوارم شما که میدونید که من شرمندم. منو معاف کنید. من زن بچه دارم. بلکنید. چی شد؟ صبر کنی کابوسی. کابوسی یه دقیقه صبر کن. نصری جون بگو. خانم ما قضیه رو حلش کردیم. مسئله حل شد. نه بابا قرار شد همایون پسر عزیز و عزیز و عزیز من ورداره این چمدون رو ببره بندازه تو سطل آشغال سر کوچه تو این شهر ما خانه ما هست. بله بله همایون تموم کرد کارو. حل کابوسی یه دقیقه صبر کن بذار حرفای نسرین رو بشنو بعد تصمیم بگی. نسرین جون بگو بگم. آره بگو دیگه. چیزه من میگم که وقتی که آدمای شرور و بدکردار رفتن بانک رو زدن بعد پلیس تعقیبشون کرده بعد پلیس که داشته تعقیبشون میکرده اینا داشتن فرار میکردن اومدن چمدون رو انداختن تو دفتر مجله در رفتن. یعنی آقا این لبالب پر از اسکناس ما همینجوری اینجا وایسادیم؟ نه ممکنه هم پر چک پول 500 هزار تومانی باشه. وای یعنی همایون چقدر پوله؟ آقا جون من چون چنه من آقا اینو برم میندازم این سر کوچه تو سطل آشغالی خیالتون راحت بشه. شطور دیدی ندیدی؟ تو که میگفتی من کار چیز مشکوک این ورونور نمی کنم جابجا نمی کنم که چی شد الان؟ آقا جون من از نظر فیزیولوژی دارم میگم. چیز بدی گفتم؟ آقا خاله های محترمه این چه فکری بود شما کردید؟ آدم میره بانک از حساب خودش میخواد پول برداره بانک میگه ببخشید پول نداریم بهتون بدیم اون وقت این چمدون لبالب پر از اسکناسه. این حرفا چیه؟ خودم پیشنهاد دادم خودم عملیش میکنم با اجازهت من اینو ببرم میذارم صاحب باشگاه. نه من میذارم فرید. نه به جون من بهتون تعارف نمیکنم. راحت میشم مگه من مردم که تو چمدون برای بذارید دم آشغالا؟ خدا نکنه. نه جون فرید یه سردبیر محترمی مثل تو یه جریده معتبری مثل اینجا اجازه بده. آقا جون شلوغش نکنید. آقا ولش کن نمیخوام ایش کدوم تو ببرید اینا برگرده سر کاراتون دیگه. این چمدون به قولی بچه ها گفتنی چی تو دفتر مجله من پیدا شده و خود من در موردش چی تصمیم لازم رو خواهم گرفت. بری سر کاراتون. نمیخوام من ببرم آقای کابوس. نمیخوام که تو توجه نکنی چی شد. این چمدون به عهده من تصمیمشو من میگیرم. ببین کابوسی جون جانم بفرمایید. جانت سلامت کابوسی جون. ببین یک کلوم ختم کلوم خیلی خوب طمع ورت نداره. کجا طمع؟ اصلا گیریم تو این چمدون همش پر پول ها؟ پر از جواهر پر از الماس. وقتی مال ما نیست چه فرقی میکنه چه زر چه سنگ ها؟ عزیز من این کارا به شما اصلا مربوط نیست به شما ربطی نداره. اجازه بده من بلنشو برو خونه شما استراحت کن کارت انجام بده انقدم نشین اینجا به من عرب بده. بلش کن کابوسی بلش کن. بده به من بلش کن. بعد از اینکه چرا اینا خیلی خوب ارد چی چیه کی ارد داد
من دارم میگم تو این روز روزگار پول حلالم از گروی کسی راحت پایین نمیره. چه برسه به حروم؟ خیلی خوب، چه برسه به مال دزدی؟ معلوم نیست چند نفر سر این مال خوشته شده. ای بابا فیلمشم ساخت و تموم شد، اکرانم کرد فیلمشو. چی داری برای خودت میبافی خانم عزیز؟ بفرمایید، شما گفتم برید منزل استراحت بکنید، بذار ببینم چه کار باید من بکنم. نمیرم بابا جون، نمیرم. تازه به الهامم گفتم بیاد اینجا، ولش کن بعدا با هم دیگه بریم خونه. ولش کن، ولش کن. جوخت کجا بوده؟ ولش کن، جونده اومد و رفت. نه خیال میکنی، نمیرم. آدم به این مدیگی داره اینجا را میره. آقا من چشم دیدن تو رو ندارم، چی میخوای بگی؟ دل به دل را داره آقا منوچهر، ولی من فکر میکردم شما با اون دوتا چشم منو میبینی. عجیبا سر، از اول من باید این چمدونه رو میکویدم تو مخ این که هم در چمدون باز میشد هم مخ این. سلام. بیا این طرف. چی شده؟ جلوی دیده منو گرفتی، بدجوری هم گرفتی. تو نگران نباش فرید جون، تو نگران نباش. هر اتفاقی اون تو بیفته به نفع تو یکی هست. دایی این آقای کاووسی چمدون محتویاتش رو روی هوا زد. خب. منم چی کمون در نیومد. چیش به نفع منه؟ چیش به نفع تو؟ همه پولا که به ایشون برسه، بالاخره نشتیش هم به شما میرسه دیگه. نه بابا جون. چرا اینجوری کردن؟ منو نگیر. اوه من خیرش نمیخوام. بدون اومایون بریم. آقای سپهری، خط دو تلفن. خانم دلیخون، مگه امروز نگفتیم اتصالات موقوفه؟ بشنو. فرید جا چی؟ بگو. عرضم خصوصیه آقا رافی. آه منو چرا، اینجا ما همه عضوه خانواده ایم، عرض خصوصی چه معنی میداخه؟ من خودم برای یه عرض خصوصی اینجا تو نوبت هم، شما همینجور سرت انداختی پایین، پا برنده دویدی اومدی تو، بچه میگی عرض خصوصی؟ خب ما هم عضوه خانواده ایم، بس ما چی میخواییم؟ من چیز نگفتم؟ خواهشم، از صبح تا حالا هممون استرس داشتیم، چون مادرتون شما دیگه شروع نکنید. بیا این طرف. آقای منوچهر خان، شما هم جلو دیده منو گرفتی، بیا این طرف ببینم چه خبره اون ور. آقای استرس، بس ما جلوی دیده تو رو گرفتیم، نگو رفتی تو سینمای چهار. از همون اولش فرید جون، اگه بعضیا شروعش نکرده بودن، یه پیشگوشی میداختیم در چمدون باز میگریم، خیال من راحت میشه که توش چیه. او نه نه، کابوسی ببین، مگه از رو جسد من رد بشی بخوای آچار بندازی لای قفل این چمدون؟ نمید خانم، زشته، از شما بعیده. بعده بذار بازش بکنم ببینیم چی توشه، بلکه خیال هممون راحت شه. اجازه بده شما. نه، ببین هنوز باز نکرده، خون جلو چشاتو گرفته. وای به حال اینکه بازش کنی و گوشه اسکناسا رو ببینی آقا. کدوم اسکناس؟ خون جلو چشمو گرفته چیه؟ نکنه با دستای خودت اسکناس رو چیدی تو این که اینجوری با من؟ کدوم اسکناس خانم؟ کابوسی من اصلا ازت توقع نداشتم. اصلا کون جوون مردی؟ کون حرفای قشنگ قشنگ که میزدی قبلا ها؟ کدوم حرفا؟ نه تو بودی که نمیگفتی من علم و بلم، نمیدونی من چیم نام خانم؟ ای خودت گفتی من ورزشکارم، من روحیه ورزشکاری دارم، من قهرمانم، من اینطوری هم، من قهرمانم گفتم، قهرمانم. من با صفا، من بی ریا، من اینطوری هم، من با صداقت هم، من پاک هم، من نمیدونم بی ریا. مگه اینو نگفتی؟ خودت اینا رو به من گفتی. به جای زیری خمه یارو، جلوی نفس خودتو بگیر آقای کاووسی. نمیذارم. ترکید کلم، چقدر ماشاءالله حرف میزنی. گفته باشم ماشاءالله. خانم ولمون کن، بذار بازش کنم. نه گفتم که نه، نمیذارم کابوسی. یه خود کوتاه بیا خانم. نه کوتاه نمیام. اصلا ببین از کجا معلوم که پول تو این پول عمله یه بنده خدا نباشه؟ و تو میخوای جواب خدا رو چی بدی ها؟ از کجا که باشه، تازه کی گفته که پول تو اینه؟ ببین کابوسی، گفته باشم این چمدون یه صاحب داره که بالاخره صاحبش از این در میاد دنبال این چمدون. منظور بله. منظور اینه که خب پس اینو ما نگهش میداریم، هیچ کس بهش دست نمیزنه تا صاحبش بیاد دنبالش و چمدونش رو ببره. از کجا معلومه که بیاد آخه؟ میاد. اومدیم و نیومد. چیکار کنیم؟ اومد. من میخوام چی بهش بگم؟ من جوابش میدم اگه اومد. چی میخوای تو چشاش نگاه کنی؟ اگه اومد من میگم اومد و نیومد. توجه نکردی چی شد؟ توجه کردم. گرفتم. من جوابش میدم. من نمیذارم کسی به این چمدون دست بزنه. گفته باشم.
خیلی موقعیت وحشتناکیه. از پول متنفرم، از ثروتم متنفرم. اولش همشون هی چمدون رو به هم دیگه پاس میدادن، آخه فکر میکردن خطرناکه، ولی الان همشون چمدون رو واسه خودشون میخوان. این مرگ انسانیت، ارزش رو از بین رفتن. فقط دلم خواست یه جایی بود که میشد نفس بکشم. نه من حالم خوبه، فقط فکر کنم یکم دیر دنیا اومدم. الهام من چرا باید تو عصر ماشین اتم دنیا بیام؟ خیلی بده. نه حالم خوبه، باشه تو فقط وقت کاری تموم شد میای. باشه زود بیا الهام. میگم آقا مایون، این آقای کابوس چرا اینجوری شده؟ پول، پول جانم، پول. همه اینا به خاطر پوله. پوله که چهره اصلی آدم و اون صورتک آدم رو کنار میزنه و چهره واقعی آدم رو نمایان میکنه. شما مگه پول بدت میاد؟ من ادعایی ندارم که اون چمدون اگه واقعا توش پول باشه و به من برسه، خب من میدونم زندگیم از این رو به اون رو میشه دیگه. من یه عکاس مفلس و فقیرم که اون پول میتونه کلی تو زندگی من تأثیر بذاره. اصلا ولش کن، چایی میخوای باید بریزم؟ دست درد نکنم. دی چی میگم برم؟ شما یه آدم با جور با زواد تحصیل کرده، شما بس چی زواد داری؟ بس این که حق از نوحق تشخیص بدی گیر از اینه. بله آقا من که فرمایشتون متینه، خوب متینه فرمایشتون، خوب. چی گفتی آقا من چه؟ آقا نمیدونی؟ شما که نمیدونی پس چرا لب از لب باز نکردی؟ بگین آقا اگه یه کسی هم از اینجا توی این دفتر که به پول احتیاج داره، اون من اون من آقا چی نمیگم؟ آقا منو چه خیلی بد گرگه میکنی؟ اولا بهتر گرگه میکردی، این چه وضعه که گرگه نکن عزیز من؟ این چه وضعیتیه؟ میره تو مخت آقا منو، چرا نکن این کارو؟ عزیزم من مرغ از قفس پریده، قربونه شکلت برم. من رفته رو اتاق میره میز رئیس نشسته، گریه نکن نازه منو، چه قربونت برم من نازه منو، چه خدای کاش لال شده بودم. به من گفت اون موقع گفت ببره لیمندازه زد آشغال، من میداختم و نمله میگفتم. آقا منو چه بسی دیگه؟ اومد منو شیر، اومد. بچه ها جمع شید اینجا بینم. بود آقا منو شیر، فن آقا همه بیان اینجا. من نگرم میدارم آقا، کارتون دارم. بله آقا بیان اینجا بینم. بچه ها بیان اینجا، بفرمایید آقا. اومدن؟ بله آقا. خب با عنایت به این نکته که هفته نامه لخته، آه در بساط نداری. آه یعنی چجوری براتون بگم؟ هیچی پول در بساط نیست و انقریب اینجا تعطیل خواهد شد. طبق مذاکرات من و همسر مهربانم قرار بر این شد که تا زمانی که صاحب این چمدان مراجعه به دفتر نکرده، این چمدان به صورت امانت و لاکمور شده با رعایت کلیه نکات ایمنی البته در یه جای امن نگهداری بشه تا صاحبش پیدا بشه. شرایط عادیه، الان میتونید برگردید سر کارتون. فقط یک مورد باید همیشه مد نظرتون باشه که آقا آه در بساط نداریم، هفته نامه لخته. برید سر کارتون. مواظبش باشید فقط. بفرمایید سر کارتون. خیلی ممنون، داشتین میدویدین؟ بفرمایید. آره تاکسی مونده بود تو رابندون، من پیاده شدم دویدم که تا فریدینا دفتر رو تعطیل نکردن بهشون برسم. نه تعطیل نکردن، اتفاقا فکر کنم امشب شبکاری دارن. خب پس چه ببینم صاحب چمدون پیدا شد؟ کدوم چمدون؟
اوه و قصهش طولانیه، بعدا میام واسهت میگم. کاری نداری؟ حساب کنید منم باهاتون میام. امروز بچه‌ها رو ندیدم، دلم دنگ شده واسهش. میام یه ذره سر به سر قهوه می‌خورم. بودو بیا، بودو بیا که مامانم اینا منتظرم. بودو مادرتون هم اصلا؟ آره. اتفاقا خیلی خانم با کلاسی هستن. من نمیدونم چجوری راضی شدن خانم آقای کاوچی بشن. آقای کاوچی یه خورده آخر میدونم. نه بابا. آره. بیا بریم همینجو بیا. فامیل شدن باهاتون نمیتونه آدم حرف بزنه، ولی بالاخره دیگه چی بگیم بالاخره. تو هم افتاد نه مامان. مرسی. بودو بیا بریم دیگه همین. تمومشو میریم دیگه. بابا اینو به دستت بریم باشه. بخوریم حالا میریم. پس من رفتم تو خونه. مامان. اومدم بشی میام بدی تو رو گرفتم. چه خوب شد اومدی الهام. الهام خانم به به چقدر زود اومدی تو. ای وای فری داری مسخره ام میکنی. منم مسخره نه، به نظر من خیلی زود اومدی. بابا شما میسین که انقدر اینجا سرتون شلوغه ها که اصلا گذشت زمانو حس نمیکنی. بقول شاعر که میگه ای کاربان ای کاربان اوه سران چی شده بزرگیم؟ شعر میخونی کی بده یه زدر داده؟ ای کاربان اوه سرو چه آدم شده واسه من؟ میگم اگه کاری ندارین مامان آقای قابوسی رو هم صدا کنیم بریم دیگه. آخه چیزی نه خانم الان خب میدینی الان همه ما چشم انتظاری شما نمیدینی ما یه انگاری که ما یه مسافر داشته باشیم. این مسافر کوچولو بیار خرمه گسه مرکه لعنت نگاه کنه چی اومد اینجا. آقا منو چه بچه شدی تو بابا هم قد خودت شوخی کن و همه کل خودت شوخی کن. الهام جون بیا بریم تو اتاق توضیح میدم. خاله تو هم بیا. بیا با اجازت. آره بیا خاله. یعنی من جنوالی ردده ردده و بگودم ما بریم. بس چی میخندی بسر تو؟ بدبختی من میخندی؟ یا اومدی اینجا من حرص بدی؟ نه بجونه آقا منو چه؟ اومدم همجوری با هم چایی بخوریم بگیم بخندیم. خب چی اینه علف اینجا ثبت شدی تو؟ علف کی ثبت شده؟ آهان من چیزه برم اینجا الان زود میام باید اومدم. باید که انشالله که بر نگردی. خب اگه امشب اصلا نایمد چی؟ منم همینو میگم. حالا مامانم چرا اونجا نشسته؟ آخه آخه با آقای کاووسی اطمینان نداره. وا یعنی چی؟ خب الهام جان میدونی چی شده؟ دیگه ما هیچ کس به هیچ کس اطمینان نداره اینجا. ببخشید من اصلا نمیفهمم شما چی میگی. یا من خنگ شدم یا این موضوع خیلی پیچیده است. هر دوش هم تو خنگی. ببخشید یعنی میدونی یه جورایی هر موارد این موارد خیلی پیچیده است. خالی نستی میشه تو بگی من اوضاع رو مراقبت کنم؟ بگو. خب خودت بگو دیگه. ناهید یه آقای کاووسی برای چمیدون نقشه کشیده، یعنی میخواد بازش کنه. برای اینکه الان چند دفعه سهی به همه گفته همه تون برین خونه همه تون برین خونه، ولی هیچ کس هم نرفته. خاله میشه من بیام چمیدون رو ببینم؟ تو اتاق آقای کاووسیه. بریم. فقط یواشا. دیدی؟ حالا آروم باش.
آروم بیا 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 اومد چی بشی دارم میام دیگه بیا بیا بشی مامان جون کجا بشینی بفرمایید کجا بشینی کجا بشینی کجا بشینی مامان جون درد داری هنوز آره بابا درد بهتره درد این که درد نیست درد اصلی اینجا اتفاقیه که افتاده دیگه نکنید دیگه بعد مهسا فکر کنم همه این اتفاق واسه این افتاد که صاحب چمدون پیدا بشه من حالا تا پیدا بشه تو اون ترمینال غرب به اون بزرگی که میخواد بره دنبال گودرزخان آسان منش اصل باروزپز بیچاره آقای کاووسی چجوری میخواد پیدا کنه بیچاره رنگ شده بود این زرچوبه اینه زرچوبه بود خب حقش بود هر کسی بخواد با یه چمدون که توش پر از آشغال و نمیدونم به خرت و پرت و چی بود یه دونه ساندویچ بوگندوی دندون مصنوعی و عکس رادیولوژی مردم بذار سر کار هم بهتر که این بلا سرش حالا جا مقصر آقای کاووسی نبود حالا خودش اینجا نیست دیگه پشت سرش هم قد چیز نکنید ببین من آخرش هم نفهمدم چی شد که چمدون تو دفتر مجله چمون میخوای پاتو بذاری رو میز نه بابا سرم یه طور شده پارکی نداره من برای آخرین بار خدمت شما عرض کنم که این پیرمرد آقای گودرزخان آسان منش اصل بارتپه از مریض بود از شهرستان اومد یه سر اومده بود مطب دکتر منور انقدر پیر و علیل بوده که نمیتونسته بره بالا راننده تاکسی بغلش میکنه که ببره بالا خوب. بعد که میذاره بالا یادش میفته اه چمدونش مونده پایین چمدونش رو برمیداره راننده تاکسی میاره بالا اشتباهی میذاره تو دفتر ما آها آره بعد آقای کاووسی هم فکر میکنه که چمدون پر از پوله آره آفرین آره فهمیدم فهمیدی آفرین ماشاءالله ببین 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 اگه کاووسی بودا بگو من نیستم نه بگو که خیلی مریضه استراحت کرده بگو خیلی درد داره بود باش تو هم دیگه وایسی دیگه ایه الو یه بارم سلام آقای کاووسی دیدی گفتم وایسی قربان شما بله بله خاله خوبم خوبم چی خوبم مریضم حالم بده بله حالشون که ناخوش هستن منتهای مراتب چیزن خوب میشن یه لحظه گوش بله 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 گوش خاله میگن که من امشب ممکنه یه خورده دیر بیام اصلا نگران نباشینا کی نگران اون میشه بگو اول خواست بیا نکت خاله میگن من که نگران میشم ولی شما اون مالو به صاحبش برسونید دوری و دیری نداره اشکالی نداره فقط اونو برسونید اون امانتو به صاحبش برسونید حتما بله بله بگو خاله خوابید خوابش برد خاله میگن که یه وقت آقای کاووسی خوابتون گرفت حتما بیایید خونه بله 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 نگران شما هستن بله خاله چشاشو بستش بله چشاشو به در جهت تصویر حرفای شما بله بله میخوابن بله انگار این ضربه مغزی شده به جای من قربان مواظب خودتون باشید آقای کاووسی ها باشه قربان شما خدا نگهدار خدا حافظ شما میبینی بیچاره پیره من بیچاره پیره زن ای ماما این اولین بار من دارم از دهن شما یه همچین حرفایی میشنوم این اثرات شومی اون جغدا چی شد؟ چی شومی اون جغده دیدین چجوری گریبان ما رو گرفت ای خدا در روز هزاران اتفاق واسه هزاران آدم توی این شهر میفته اما هیچ وقت هزاران جغد دیده نمیشه وای چقدر قشنگ گفتی الان یه کاغذ یاد داشت بده بنویسم نمیخواد خاله این خوراک سه شماره مجله است که خودم مینویسمش سه شماره میشه باورهای ناباورانه مردم دندند